رضا علوی نویسنده و تحلیلگر سیاسی از دارالسما رو همراه می‌کنم. خیلی خوش آمدین. چند روزی بود که بیشتر اعتراضات در داخل ایران در دانشگاه‌ها و مدارس متمرکز شده بود. دوباره با فراخوانی که داده شد و حضور ده‌ها هزار نفری و تاریخی ایرانیان در برلین و دیگر شهرهای جهان، شهرهای داخل ایران هم دوباره درشون شاهد اعتراضات ضد حکومتی بودیم. هر بار ایرانیان خارج از کشور تجمع میکنن، تجمعات داخل هم شدت بیشتری پیدا میکنه، درسته؟ دقیقاً. در واقع شرایط داخل کشور، اعتراضات داخل کشور و خارج کشور یک رابطه دو سویه هستش و از هم دیگه تاثیر میگیرن و بر هم دیگه تاثیر میگذارن. در واقع خارج کشور به عنوان پشت جبهه نقش بسیار زیادی در دادن روحیه، در دادن امید، در دادن حرکت به عنوان یک نیروی محرکه برای داخل کشور به حساب میاد. این حداقل کاری است که خارج کشور میتونه انجام بده. دستاخیز بزرگی، تظاهرات بزرگی که امروز در شهرهای بزرگ جهان برگزار شد، در واقع در امتداد همون حرکتی بود که در هفته های پیش در سراسر جهان انجام شد. تا کنون بلند یک چنین جمعیتی رو، یک چنین کثرتی رو به خودش ندیده بود و این در نوع خودش بی‌نظیر بود. حتی در زمان فروپاشی دیوار بلند یک چنین جمعیتی رو به خودش ندیده بود. این در این مسئله باعث شده که آب در خوابگاه مرشکان بیفته، مجامع بین الملل به خودشون بیان، کاخ سفید بیدار بشه. در روزهای اخیر دیدیم که جو بایدن صحبت از حمایت از انقلاب مردم ایران میکنه. دیدیم که اوباما از کرده پیشین خودش در سال 2009 پشیمان هستش. دیدیم که بلینکن و خانم هریس با عده از بانوان ایرانی ملاقات میکنند. تمام اینها در واقع اون چیزیست که در جوامع باز اروپا و امریکا و کانادا که جوامع باز معمولا به افکار عمومی توجه میکنند، این توجه این که مجامع بین الملل به افکار عمومی هستش، افکار عمومی که میتونه نقش زیادی بذاره در تصمیم گیری ها و در سیاست هایی که مجامع بین الملل میخوان در آینده به خودشون بگیرن. از سوی دیگه ایرانی که حکومت اسلامی، ایرانی که صحبت از ایجاد امپراتوری شیعه میکرد، از صدور انقلاب میکرد، دیدیم که در این شهرهای بزرگ که اعتراضات بود، حتی یک نفر به عنوان هوادار جمهوری اسلامی پیدا نشد که خودشون نشون بده. حکومتی که تلاش کرد تو این سالها نفاق بندازه بین ایرانیان و شعارهایی که میگفتن خلایق هرچه با لایق و شعارهای این چنینی، دیدیم که اینا بیهوده بوده و همبستگی گسترده ایرانیان ما در روزهای اخیر دیدیم. در واقع حادثه دیگر هم که در بلند امروز اتفاق افتاد، حضور و وجود شهروندان یوکرینی بودش. یوکرینی ها بر این باور هستند که خون شهروندان یوکرینی توسط ایران جمهوری اسلامی داره ریخته میشه. وجود پهپادها، وجود نیروهای نظامی ایرانی در شبه جزیره کریمه، اینا مسائل هستش که به شکل جدی مجامع بین الملل باید راجع بهش تصمیم بگیرد و به پیرو ماده 231 که سازمان ملل ضرورت داره که اینو به شورای امنیت ملی به اصطلاح ببرن. در واقع اینجا زمانی هستش که اخراج فوری سفرا و کارمندان و بستن سفارتخانه جمهوری اسلامی در اروپا ضروریه.